مهمانیاران نازنین گرامی، فرهیختگان، سلحشوران، قهرمانان، یک جهان قهرمان داریم ما. خیلی دارن ما رو هی میترسونن که وای چی میشه، چی اسمشه، چی اسمش میشه، تجزیه میشه ایران، ایران دیگه داره تجزیه میشه، جنگ داخلی هم میشه، اونم میشه، اینم میشه. اصلا نترسید، سیاوش هم اصلا میشناسید. من یک عبر خودم براتون گفتم که میترسیم از تجزیه ایرانستان. گفته شاه، گفتم سرانگشتان نظام رو 40 سال پیش گفتن بزنیم، گفتم آقا نزنین سران رو بزنین فلان. الان بهتون میگم قاطع، ایران تجزیه نمیشه. دلیل محکمی دارم بهت میگم، و اینکه جنگ داخلی نمیشه، دشمن کشی میشه. ولی داره میشه. دشمن رو تو وقتی که هر چی بهش گفتی نفهمید، 1400 یک سال نفهمیده، 1400 یک سال نفهمیده. خب وقتی نفهمیده، بچه ها دارن فحش میدن، بچه های کوچیک و بزرگ دارن فحش میدن دیگه. خب چرا؟ چون چیزی نمیفهمه. خب وقتی که نمیفهمه، نگوش میکنه، همش هم داره خط خودش میره، نوار خودش میخونه. چرا نوار خودش میخونه؟ واسه خاطر اینکه اینها یه حزبن، یه گروهن، یک تشکیلاتن، اومدن با برنامه قربون صدقه. اینا حالشون نمیریشه که فکر نکنه آخر شیطون پایین بیاد. نیست. اونا هر کی گفت آخر شیطون بیاد پایین، اون چه بشه بزنیدش. این جنین بزنیدش. شنیدین که این هر روز تکرار کنه. هر کی گفت ای وای بابا چرا اون نمیگه، چرا به اون میزنی، آخه چرا اون چیکار کرده، 1400 سال پیش بده، خب الان چرا؟ هر کی حرف زد بزنیدش از خودشونه. کس به مردم شلیک کرد بزنیدش، هر کس گفت نزنیدش اونم بزنید، هر کس گفت بیا گفتگو کنیم اونم بزنید، هر کس گفت منم اعتراض دارم اما این راهش نیست اونم بزنید، هر کس گفت فرق شما با اونا چیه اونم بزنید، هر کس گفت اصلاحات اونم بزنید، هر کس گفت اینا برن کی جاشون بیاد اونو دوبار بزنید، بزنید اینقدر بزنید تا تموم بشن این بی‌ناموسا. حالا ایران تجزیه نمیشه به خاطر اینکه یادتون نره ایران در طول تاریخ 8000 سال، 9000 سال، 10000 سال و 7700 سال تمدن تدوین شده و نوشته شدهش که تا سالنامه شو، سالنامه 7707 در میاریم، 40 خورده ساله تقویم داریم، سال داریم. در این 7700 سال ما خیلی سرنگونی داشتیم، خیلی سقوط داشتیم، همچنان که در سرود نخست بهتون گفتم، اما همیشه بلند شدیم و این دفعه هم بلند میشیم. 7700 سال پیش دولت ایلامیان رو داشتیم. دولت ایلامیان تمدنی که آفرید از اندیشه میترا تراوش پیدا کرد، امروز به نام مزوپوتامی و تمدن بیرالنهرین میشناسنش، دنیا میشناستش، دنیا تمدن شوش، تمدن اون خیلی محترمه، خیلی مقدسه برای جهانیان. ای اصلا نابود شد، هیچی ازش نموند، هیچی ازش نموند. بعد هخامنشیان اومدن، هخامنشیان اومدن، مادها اومدن، اشکانیان اومدن، همه اینا نابود شدن، رفتن، ازشون اثر آثاری نموند. اما ایران موند، سلحشوری آریایی موند، ایران میمونه، ایران ماندگاره. به ما حمله های زیادی شد. ساسانیان وقتی که توسط اعراب سرنگون میشن، بعد شما ببینید خیلی قدرت هایی میاد و میره، قدرت هایی که میاد در زمان پس از اسلام در ایران، اولینش که همون خلفا هستن، 4 تا خلیفه، بعد اونو اینو بنی امیه و بعد بنی عباس میاد و بعد خلفای دیگه همجور اومده تا الان. حتی مغول به ایران حمله میکنه، میاد یک سری از بزرگان به استقبالش میرن، میگن جنگ داخلی، مولوی میره به استقبال مغول، تقدیر و ستایش میکنه، تقدیر و ستایش میکنه. چرا؟ چون در منطقه خودش، در هنگامه خودش ظلم هست، ستم هست و اینها همیشه امید به خارج بوده. برای اینکه الان هم در همین رابطه که میگن ایران میخواد تجزیه بشه و ایرانی زرنگ، ذکاوت داره، سود میبره از امکانات خارج از کشور، همیشه هم برده. شما شاهنامه رو ببینید، بخونید، تو شاهنامه هم پره از این که جریان اسفندیار و سیاوش که میره به خارج و پناهنده شدن به خارج، رستم اصلا میره و توی سمنگان با تهمینه سهراب فرزند میکاره،
تو شاهنامه هم که شما میرید میخونید مطالعه میکنید میبینید پناهنده شدن به بیگانه با بیگانه به ایران حمله کردن بوده. حالا راست درست دارم تاریخ براتون میگم به عنوان یک مورخ، تایید و تکذیب نمیکنم، فقط میخوام بهتون میگم ایران میگن تجزیه میشه چه میشه باره میترسونن، ما از اینا نباید بترسیم. ایران در تمام این راستای تاریخ پر افتخار خودش که دیگه من در اینجا نمیتونم براتون توضیح بدم، تاریخ رو میام 7700 سال 8000 سال 10000 سال تمدن 5000 سال براتون شرح بدم، همیشه بوده اینا، ولی ما سر بلند اومدیم بیرون. و یادتونم نره اصلا این میخوام به شما بگم، اصلا دین و دکون بازی دین، من بعض وقتا فکر میکنم مثلا برای نابودی ایران ساخته شد، چون ایران که خودش خردگرا بود، خداشناس بود، اهورامزدا رو ما میشناختیم میشناسیم، ما با اهریمن درگیر بودیم، اهریمن رو هرگز اهورامزدا نیافرید، اهورامزدا نور روشنایی سپیدی است که با تاریکی پلیدی پرشتی اهریمن در جنگ در هم آمیزش پیدا میکنه سپید و سیاه، بعضی وقتا دیدید روز و شب، اما اون این نیست، اینم اون نیست، اون رو این نیافریده، مثل این ادیان تازی که میگن او رو اون آفریده، اونجوری نیست. اینا بحث فلسفی است که من اینجا نمیخوام واردش بشم، در کتاب ها و برنامه های 40 سال اخیر شرح فراوان دادم، مهربانیان میتونید بهش مراجعه کنید. پس ما همه چیزو داشتیم، فلسفه زندگی داشتیم، فلسفه زندگی که میگم همه چیزشو، پزشکی داشتیم، موسیقی داشتیم، ستاره شناسی داشتیم، همه اینا رو من در کتاب آینه اوستا شرح دادم، در کتاب من با خدا رقصیدم شرح دادم، همه چیز ما داشتیم. ولی علام الله دین تازی مازیه که ساخته شد، اینا برای نابودی ایران بود، همش برای نابودی ایرانه. اصلا شما ببینید در عهد عتیق اومده، در عهد عتیق برای نابودی ایلامیان میگه که الله، فکرم نکنید الله با محمد اومده، الله از قدیم بوده، عهد عتیق که ما 7700 سال پیش که خیلی وقته، ایلامیان رو که سرنگون میکنن نابود میکنن، دقیقا همینطور میشه که در کتاب عهد عتیق نوشته شده و ارمیا میاد میگه. اصلا این 124000 تا پیغمبر من در کتاب خدا رو در خواب دیدم زال گریه میکرد که در کتاب من با خدا رقصیدم اومده، اونجا میگه مثلا غیر ممکنه که 124000 تا پیغمبر بیاد، 124000 سال باید داشته باشه که سال یکی بیاد، 124000 سال تمدن فرهنگی فکری پیغمبری این حرفای چرت و پرتی اصلا نبوده، چون اولین پیغمبر که میگن آدمه 5700 سال پیش اومده، یعنی تاریخ ابریاها و یهودی‌ها که الان در سال 5780 خورده هستند، این تولد حضرت آدمه، آدم و حوا، یعنی از 5700 سال تا الان اصلا غیر ممکنه 124 تا پیغمبر بیاد، روز یکی هم بیاد نمیشده. پس اینا همه چرت و پرتای ارتجاعی است. و بعد همین مرتجعین در همه ادیان باز با خردمندانشون فرق میکنن، اینها خواهان نابودی ایران همینطور که میبینید بودن و هستند و خواهند بود، اما خردمندان جهان همیشه بودن که خردمندان جهان با خرد پیش رفتن، مثل الان، الان جهان خردمند، جهان داره ایران رو تجلیل میکنه ازش، کجا میخوان ایران نابود بشه؟ حالا یک نفر آخوندی از هر دینی، از هر دینی اگه ما توی یک کشوری جایی یه حرفی زد، اونا تحریکاتی که برای همین جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده بکنه، وگرنه الان جهان نه تنها داره تجلیل میکنه از ایران، زن ایرانی، از لایسیته، از خردگرایی، از سکولاریسم ایرانی، از این که میگه من بیزارم از دین شما دین تازیان، از این که میگه روسری رو میسوزونه عمامه رو برمیداره، این عمامه پراکنی دیگه اصلا کار روزانه بچه ها شده، از هیچ چم نترسیم بچه ها. اگه بعضی اومدن گفتن که آقا چین درست کردن، یادتون نره خیلی از جاسوسای جمهوری اسلامی در لباس مبارز میان شما رو میترسونن، حرف وزارت اطلاعات یه بعضی شما نفهمی، بعضی شما رو فهمیدن پول بهشون میدن، یه جوری حتی میخواد تو خارج باشن، من اگه اینا نوکر نیستم بهشون میگم مردم نباید ترسوند، مردم نباید بترسونیم، ما خیلی چیزای زیر هست نمیایم بگیم که مردم بترسن، مردم نباید بترسونیم، میگه بچه ها اینا حالا بعضی کوچولو میگم که شما نترسید، اینا مواظب باشین آخونده رو میفرستن تو خیابون، بعد دو سه تا هم از این مامورا چپ و راست اینا وای میستن که تو بری آماماشو بندازی، بعد پیاده شد بگیرنت.
زرشک. اینا میخوان شما رو بترسونن، یارو رو گولش میزنن، یا تریاکیه یا پولکیه یا سیدیه، سیدای دیگه بهش زنگ میزنن میگن خبر خبر شنیدی اینجوری اینجوری فاصله نباید بزنی. هر کی اومد زد ذکاوت تشکیلاتی این سازمانی مبارزاتی نداره، ترسوندن مردم در کار نیست. و بعدم یادتون نره اونا نمیتونن 1,000 تا 10,000 تا آخوند بریزن تو خیابون چه بکنن؟ تا وقتی هم اگه شما رو بگیرن، وقتی هم بگیرن به خاطر زدن زیر عمامه، به خدا قسم همه خرسندن، همه خوشحالن، حتی سپاهی، بسیجی، اون جنگ رفته، جنگ نرفته، پلیس، ارتشی، مامورای وزارت اطلاعات، انقدر از اینا ناراحتن که چی؟ همین جنایتکارا، همین سرکوبگرا، خودشون از آخوند ناراحتن. آخوند خود سرکوبگرا ناراحتن. برای آخوند رو کسی نمیاد شما عمامش بردارید بگیرن، میتونم کاری باهاتون ندارن. اینو نترسید. متوجه شدین؟ برای همینه که شیخ و ملا، پرچم شیر و خورشید، حجاب، اینا آزاد میشه تو ایران، چون آخونده برای حفظ بقایشون، مجتبی خامنه ای برای که بتونه قدرت خودش رو بعد از پدرش چه بکنه. من از قبل بهتون گفتم، از سالها قبل بهتون گفتم، این سه مورد رو محدود کردن روحانیت، برداشتن حجاب اجباری و پرچم شیر خورشیدی، پرچم رو عوض میکنم. بارها بهتون گفتم، چندین بار اینها یه کار خواستن تا 40 سال بکنن، ولی مردم چون کوتاه اومدن اینا کشیدن کنار. این دفعه بچه ما کوتاه نمیان، کوتاه نمیان. مردمی که کوتاه اومدن کیان؟ همین پدر مادرایی هستن که ابله و نادان یا خود فروخته یا تریاکی، یا یه خونه بهشون میدن، خونه بچه‌هاشون میفروشن. اینا همینا، نه همینا، مثل اینا زیاده. دلم میخواد هر از چند یکی اینا به شما نشون بدم که فکر نکنید بهش زیر پای مادران است و پدران است اینا. نه، پدری که خون بچهش میفروشه میاد دروغ میگه، اون از اون جنایتکاری که تیر زده ای رو کشته یا از بالا ساختون انداخته با این جنایتکارتره، چون خون بچه خودش رو داره نابود میکنه. و از اینا هم زیاد بیادن که بچه خودش سر میبریده وقتی لختی میمده تو خیابون. هست، هنوزم هست تو تمام پاکستان و ایران و ترکیه و افغانستان، این مسلمان از این زیاده. این چیزا رو به خاطر دختر من نگین آقا، تو رو خدا نگین که بچه منت زدن، کشتن. بلال ناری هستم، پدر اصلی ناری. دخترم که رفته بودن مسلح با مادر بزرگش رفته بودن، بعد از این شلوغی هایی که شده بود دیدیم صدای اسلحه شد و شلوغ شد دیگه، خیلی شلوغ شد و چی شد. من یکی ها گفتم بچه میگم سرش ضربه خورده، بدنش گفتگی داشته. مادرم میگه ملت فرار میکردن این برون، من چه هزار نفر این بچه شایدم به یک کسی خورده، پس شده کلش خورده. من همونجا که رفتم وقتی بچه هاشون دوست پسر میگرفته، اوه وای دوست پسر گرفته، سر میبریدن و میبرن. همین پدرم هست که میاد میشین اینجا مزخرفاتی میگه اینا رو. پس این هم یادتون نره، این بازی هم تموم شد. الان نسل نو و دلیر و شجاع ما، این ببیشه دختران و سلحشوری، بچه هایی که از اینا دفاع میکنن، این کانون های شورشی، کانون های شورشی که خردمند و خردگرا و اندیشه نو دارن و تحول میخواهن، اینا همه رو پس میزنن. و بعدم جنگ داخلی هم نیست، وقتی تو دشمن خودتی که داره تو رو میکشه میزنیش، این دشمن اومده تو خونه، یا همون صدام حسین حزب بعثه اومده تو خونه به اسم هشت شعبی و فاطمیون و سپاه قدس و چیز دیگه، اومده تو خونه داره تو رو میکشه، تو داره خود دفاع میکنی. اینها رو بایستی مردم سلحشور ایران بدونه و خود رژیم هم میره فهمیده، چون در درون اینها خیلی درگیری به وجود اومده، پدرشون در اومده. علی خامنه‌ای مشخصا خودش وقتی میاد میگه که البته بدلش ها، من میگم از این بدل